حالا شما خیلی شانس بیارین که یه فیلم ای رو دوست دارین کارگردان خوبه همه عواملی که میخواین با هم کار کنین همه کسایی که برات ایدئالن با یک پدیده جدیدی رو به رو هستی به اسم شخصیتی که میخوای کار کنی و سختترین مرحله کارت اینجاست من خودم همیشه فکر میکنم خب من که فاطمه متمداری هستم وقتی که از محل فیلم برداری میرم بیرون و میرسم خونه اولین کاری که میکنم این نشانهای نسبتی که به عنوان یه بازیگر دارم یا هر چیزی در میارم میذارم کنار میشم خود خودم یعنی فاطمه معتمداریا در سن پنج و چند سالگی یه خانومی که خانه هست و به خونه زندگیشم میرسه حالا میخوام با یه کس دیگه آشنا بشم که معمولا توی فیلم نامه هایی که به دستم میرسه دیگه چیزی نیست که در ذهنم وجود داشته باشه میخوام با این کار کنم ببینم چجوری میتونم من معتمداریا نقش یه زنی رو به اسم فهیمه بازی کنم یا یه روز بشم شکوه یا یه روز بشم مینا یه روز بشم نرگس مادر کلا قرمزی این تفاوت رو چجوری میتونم با خودم که هیچ چیزی به هم وصل نیست رو تطبیق بدم یه بخشیش میشه مربوط به دانشی که من از قبل نسبت به محیط اطرافم نسبت به شخصیت های مختلفی که توی زندگیم دیدم یا در جامعهمون وجود داره به دست آوردم. یه کاری که برای شناخت شخصیت های مختلف در نوجوونیم، جوانیم و همین الان هنوز دارم انجام میدم. و اون شناخت انسان ها با خصوصیات متفاوته میتونم براتون مثال بزنم که ما وقتی گیلانه رو کار میکردیم من تمام مدت دونه دونه دیالوگام رو میبردم توی روستایی که کار میکردیم از یه ماه قبل برامون میخوندن اینا رو زبط میکردیم بعد من میبردم گوش میکردم که گویشم نزدیک بشه به گویش اونا حرکات، رفتار، همه چیزایی بود که تو اون یه ماه نگاه کرده بودم اما بخش عمده دیالوگایی که من میگفتم و ای که داشتم و حرکاتی که انجام میدادم برمیگشت به دوران کودکی و نوجوانی من که همیشه در سفرهایی که به شمال میکردیم این آدما دوروبرم بودن نوع خمیدگی کمر این زن این پرانتزی پاهاش فک جلو اومدنی که حرفها رو اینطوری میزد یا نگاه کردنش یا حتی این ترکیب لباس پوشیدن چیزایی بود که همه در ذهن من از قبل ساخته شده وجود داشت حالا در گیلانه خانم جیلای مهرجویی برای لباسش خانم بنی اعتماد برای پرورش شخصیتش اینا رو نوشته بودن و به من نشون میدادن من چجوری اینو بر خودم منطبق کردم با دانشی که از گذشته داشتم یا گاهی اوقات هست یه شخصیت مثل دختر لور در فیلم ناصر الدین شاه آکتور سینما که من خلاقیتم رو نمیتونم در پرورش یک شخصیت به وجود بیارم خلاقیتم در تکرار یک شخصیت از پیش درست شده باید به وجود میامد یعنی اینکه من باید تقلید نقشی رو میکردم یادم میاد که بیش از دو ماه من فقط یه چیز رو تمرین میکردم جعفر که اینو چجوری چه اندازه دستم باز بشه چه اندازه خمیده بشه و کدوم لحظه بگم جفر این تمرین دو ماهه من فقط برای یه حرکت یه حرکت یه دست من میتونستم این دست اینجوری بیارم میتونستم این دست اینطوری بیارم میتونستم دست رو بیارم جلوی صورتم ولی اینکه چه زاویه با صورت من داشته باشه چه اندازه خم بشه از کجا خم بشه از, از آرنجم یا فقط از مچ خم میشه اینا همه نکات ریزی بود که وقتی من میخواستم بگم جعفر جعفر انگار کلام من به من میگفت چه حرکتی باید انجام بدم و این حرکت از پیش انجام شده بود من انقدر نگاه کردم تا تونستم اینو انجام بدم شوخی مکن بگذار برم میخوای بیای بریم تهرون؟ تهرون؟ تهران که میگن درکت قشنگیه اما مردمش بده <applause> <applause> مایلیم ما در اندرونی متایی از لورستان داشته باشیم جازه 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 نام رو در دفتر زنان ما حتی یادم آقای مخمل بافی بار به من گفتن که ما متاسفانه باید صدای اصلی رو بذاریم روی تصویر تو چون تصویر تو مال الانه و مال داره تقلید میکنه از گذشته ولی صدا صدای الانه من نمیتونم اینو ازش استفاده کنم من بهش گفتم آقای محمد شما اجازه بدین من تمرین بکنم اگر دیدین صدای من به درد این شخصیت نمیخورم و صدای اصلی رو بذارین روش واقعا دو ماه تمام من از عین کارمندی که میره سر کار از نه صبح تا چهار بعد از اول فقط اون موقع ویدیوهایی بود که به تا ماکس بود فکر میکنم یا وی میذاشتم هی نگاه میکردم تکرار میکردم برای اینکه یک لحن درست در بیاد و بعد از دو ماه آقای مخمل باف پذیرفتن که صدای خودم رو میتونن ازش استفاده کنن این تلاشی بود که من برای تقلید یه شخصیت به دست آورده بودم در همون لحظه که فرق داشت با کاری که در گیلانه می کردم که از تجربیات گذشتم استفاده کنم گاهی اوقات هست شخصیت های امروز که من به عنوان یک زن خیلی آشنایی با این روابط ندارم یا این شخصیت ها رو خیلی نمیشناسم پیچیدگی آدم ها رو پیدا نکردم اون وقت شروع میکنم دونه دونه شناسنامه در آوردن که این زن در کجا متولد شده در چه خانواده ای بوده فرزند چندم اون خانواده است علاقه مندیاش چیه چه غذا میخوره از چه میوه خوشش میاد یک پرونده عظیم بسته به سن اون شخصیت داره برای خودم درست میکنم اندازه یه دفترچه و اینا رو میذارم کنار اینا فقط برای آگاهی ذهن منه وقتی راجع به اون شخصیت این شناخت رو به دست آوردم اون وقت با شناختی که از خودم دارم اینا رو هی شروع میکنم جایگزین کردن یعنی موقع کار اگه قرار من از یه غذای ترش خوشم نیاد و اون شخصیت از غذای ترش خوشش میاد حتما با اشتهای اون میخورم خودم رو فراموش میکنم اگر قرار من خیلی شمرده حرف بزنم و اون شخصیت آدم عجولیه و تون, تون حرف میزنه شروع میکنم تون, تون حرف زدن فقط توی صحنه ولی قبلش تمرین میکنم که به دست بیارم عین یک کلید هر وقت خواستم بزنم و اون شخصیت بیاد رو و کار کنم در موردش <متحد> وقتی قرار میذارم برای اینکه توی یه فیلم بازی کنم تمام آدمای اطرافمو که نگاه میکنم اون شخصیت رو منطبق میکنم در اون شرایطی که الان خودم توش هستم مثل این میمونه که در ذهن من یه طراحی اولیه وجود داره از یه شخصیت و هی من با قلم رنگ شروع میکنم اینو رنگ زدن یه جایش زرد یه جایش قرمز یه جایش بنفشه هی شروع میکنم اینو رنگیش کردن و وقتی که کامل شد اون وقت میتونم بگم با این شخصیت میتونم یه شخصیت جدیدی رو توی فیلمای فیلمایی که دارم کار میکنم نشون بدم نگاه میکنم ببینم از کجا میاد آیا زبان دیگری داره آیا با لحجه حرف میزنه آیا تحصیل کرده است چقدر توان خوندن و نوشتن داره برای خود من یه کاری یه بار کردم که خارج از ایران یه کار میکردم به اسم نبات من هیچ وقت نقش یک زن روستای آذربایجان در روسیه رو بازی نکرده بودم در آذربایجان یه زنی بود در یک روستایی که زمان جنگ شوهرش و بچهش رو از دست داده بود و خودش یه تنه باقی مونده بود برای اینکه بخواد یه روستا رو نگه داره ما به ازاشو از کجا باید پیدا می کردم من نه خیلی با اون فرهنگ آشنا بودم نه هیچ وقت در باکو زندگی کرده بودم و نه اصلا با زبانشون حرف زده بودم فکر کردم اولین کاری که باید بکنم اینه که زبانشون رو یاد بگیرم شروع کردم به زبان آذری یاد گرفتن و تلاش کردم توی اون محیطی که هستیم در اون مدت ده هم در طول فیلم برداری هم قبل از فیلم برداری با آدم مختلف اون منطقه ارتباط برقرار کنم یه شانس داشتم که اونا به زبان تا ترف می زدن یعنی فارسی که ترکی قاتیش شده بود یا ترکی که به فارسی نزدیک بود و بخشی از حرفهای من و اونا متوجه می شدن بخشی از حرفهای اونها رو من با گویش های متفاوت و شروع کردم زبان این زن رو در منطقه خودش یاد گرفتن که بدونم با چه لحنی و با چه گویشی میخواد بگه من از اینجا تکون نمیخورم من میتونستم زبان آذری رو یاد بگیرم ولی یه زن روستایی در اون موقعیت در اون روستای خاص باید میفهمیدم که حس پشت من از اینجا بیرون نمیرم یا اینجا رو ترک نمی کنم چه چیزی وجود داره؟ شروع کردم یه روانشناسی این شخصیت رو در منطقه پیدا کردن و اتفاقا ما به ازاش یه زن قدرتمندی رو پیدا کردم که با اون شخصیت متفاوت بود ولی به من یک سری رفتارها رو یاد داد که من میتونستم بر این شخصیت منطبق کنم در واقع شخصیت نبات در فیلم نبات یه ساخته بود از ذهن من از موقعیتی که توش بودم و از موقعیتی که در فیلم نامه از این زن وجود داشت و یه نفر سومی به وجود اومده بود که اون نبات این فیلم بود که هر کس دیگه اینو بازی میکرد شکل دیگری ازش پیدا میکرد من از دریچه این نگاه خودم در موقعیت اجتماعی اون زن اونو پیدا کردم و با زبانش تونستم شخصیتشو برای خودم تثبیت کنم وقتی زبانش رو پیدا کردم شکل ظاهرش برام پیدا میشه یعنی اینکه چی تنش میکنه وقتی لباسش رو پیدا کردم پیدا میکنم که صورتش چه شکلیه و اینا بعدها به کمک طراح لباس و طراح گیریم در ذهن منم نقش میبنده و یه کمی رنگامیزی ممکنه این شخصیت رو برای من تغییر بده کار دیگری که در مورد شخصیت هایی که میخوام کار کنم پیدا میکنم تلاش میکنم پیدا کنم اینه که علاقه رو کشف کنم و علاقمندیاش مندیاش رفتارهاش رو به من نشون میده اینکه مثلا من از آشپزی خوشم میاد یا نه در نتیجه وقتی آشپزی میکنه این زن میتونم فکر کنم که وقتی داره یه غذایی رو هم میزنه ازش لذت میبره مثل تخم مرغ درست کردن گیلانه وقتی داره این تخم مرغ رو درست میکنه توش اشتیاق این که برای بچهش ببره هست ولی خودش هم از درست کردن این لذت میبره پس علاقه مندیهاش رفتارهاش هم به من یاد میده که چگونه رفتار میکنه و حوصلهش رو به من میگه چقدر حوصله زندگی کردن داره این شخصیت گاهی اوقات شده مثل شخصیت سیمین در فیلم هنر پیشه یه زنی میشه کلا ذهن آشفته و دگرگونی داره و این آشفتگی اینو از ادامه زندگی طبیعی خل میکنه ولی در طول فیلم برداری من همش فکر میکردم این زن چرا به این جنون رسیده از اشتیاق بیش از اندازش به زندگی به زندگی که دوستش داره و باهاش در تضاد قرار گرفته و یه جاهای خیلی خیلی ریزی رفتاری میکردم که انگار این عاشق زندگیه مثل موقعی که داره به گلدون مصنوعی آب میده یا داره توی خونه زندگیش یه کاری انجام میده اون بیحسلگی ته تهش فکر کردم نمیتونه تخت باشه باید یه حیات هم وجود داشته باشه علاقه مندی های شخصیت ها به من میگن که باید چگونه رفتار کنی و وقتی همه اینا رو دونه دونه درآوردم چیدم کنار هم برای من میشه یکی از شخصیت هایی که بازی کردم و در این بایگانی ذهنم نگهشون میدارم که چی کار کردم باهاشون.